سرخط خبرها. آخرین روز از نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی آیا پس از 8 سال قطعنامه دیگری در انتظار ایران است؟ افزایش مبتلایان کرونا در استانهای قرمز ایران، دولت در مورد برگزاری مراسم عروسی و عزا هشدار داد. ادامه اختلاف پاریس و واشنگتن بر سر اخذ مالیات از قولهای دیجیتال، فرانسه آمریکا را به کارشکنی متهم کرد. و تأثیر ویروس کرونا بر روان انسان، مغز ما چگونه به انزوا و قرنطینه واکنش نشان می‌دهد؟ سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. امروز آخرین روز از نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی برگزار می شود. نشستی که از مسائل مهم مورد بحث در آن برنامه هسته‌ای ایران است. مدیر کل آژانس در آغاز این نشست 4 روزه اعلام کرده بود که در ایران در 4 ماه گذشته اجازه دسترسی به 2 مرکز مورد درخواست آژانس داده نشده. در این حال نمایندگی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در بیانیه از پیشنویس قطعنامه 3 کشور اروپایی که گفته شده از ایران خواستند به پرسش‌های آژانس پاسخ دهد اعلام حمایت کرد. ایران تهدید کرده اقدامات آژانس ممکن است همکاری‌های تهران با این نهاد را در آینده تحت شعاع قرار دهد. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. برای نخستین بار در 5 سال گذشته از زمانی که اینجا مذاکرات هسته‌ای به نتیجه رسید، اختلاف‌های بین ایران و آژانس به وجود آمده که می‌تواند فصل جدیدی در پرونده اتمی ایران باز کند. آژانس می‌گوید ایران 1 سال است که همکاری کامل با این نهاد را کنار گذاشته. ایران در آخرین واکنش به آژانس توصیه کرده که در رسیدگی به پرونده هسته‌ای‌اش دوراندیشی به خرج دهد. وین تقریبا آخرین سنگر چند جانبه گرایی است که توانسته روح واقعیش را در چند سال اخیر حفظ کند. اگر شورای حکام در این هفته دوراندیشی لازم را نشان ندهد، متاسفانه این نیز به قصه‌ای فراموش شده تبدیل خواهد شد. اینجا هم همتای روسیه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید که روسیه از هیچ اقدامی برای حفظ برجام فروگذار نخواهد کرد. روسیه یکی از اعضای شورای حکام است که مخالف ارجاع پرونده اتمی ایران به شورای امنیت سازمان ملل است. به تازگی رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی به شورای حکام آژانس گفت که ایران 4 ماه است به بازرسان اجازه دسترسی به 2 مرکز مورد درخواست آژانس را نمی‌دهد. افزون بر این جمهوری اسلامی 1 سال است که برای پاسخ به پرسش‌هایی که آژانس درباره ماهیت بعضی از فعالیت‌های پیشینش داشته وارد گفتگو نمی‌شود. آقای گروسی ایران را دعوت به همکاری می‌کند. از ایران می خواهم که به سرعت و کامل با آژانس همکاری کند و دسترسی آژانس به مراکزی که تعیین کرده ایم را فراهم کند. ایران در مقابل می گوید مطابق پروتکل الحاقی که بر اساس برجام متعهد به اجرای آن است، در 33 مورد به بازرسان اجازه داده از مناطقی بازرسی کنند که جز تأسیسات اتمی ایران نیست، اما آژانس به فعالیت در آن مناطق مظنون است. همکاری های ما با آژانس حتی وقتی که کاهش تعهدات دادیم ادامه پیدا کرد، حتی موارد کاهش تعهدات خودمون رو در اختیار اونها قرار دادیم، با نظارت اونها و اطلاع اونها این اقدامات انجام شد و اگر بخوان این رویه رو در پیش بگیرن فکر میکنم قدری تعامل با این سازمان دچار اشکال خواهد شد. ایران در 1 سال اخیر در واکنش به خروج امریکا از برجام به جز تعهداتی که به آژانس برای بازرسی داشته باقی تعهدات برجامیش را کنار گذاشته. حالا آژانس میگوید ذخایر اورانیوم غنی شده ایران که باید در حد 300 کیلوگرم یا کمتر نگه داشته میشد 5 برابر شده. بازتاب عدم همکاری ایران با آژانس راه ارجاع ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد را باز میکند. انتقال پرونده ایران به شورای امنیت هم میتواند بازگشتی باشد به دوران تحریم‌های همه جانبه هسته‌ای. شیدا هوشمندی، BBC.
به نظر می‌رسد موج دوم کرونا در بعضی از استان‌های ایران مدتی است آغاز شده. مسئولان هشدار می‌دهند بر تعداد استان‌هایی که در وضعیت قرمز قرار دارند افزوده شده و تقصیر را به گردن مراسم عزا و عروسی می‌اندازند، اما همزمان در بعضی نقاط از محدودیت‌ها هم کاستند. فرین ناصمی گزارش می‌دهد. تا اطلاع ثانوی هر گونه اجتماع بیش از دو نفر احتمال انتقال بیماری رو بالا می‌بره. هشدار معاون وزیر بهداشت ایران درباره افزایش مبتلایان به کرونا در 10 استان ایران. آقای حریری میگوید این استان‌ها در فروردین و اسفند مشکل چندانی نداشتند. استان کردستان الان جزو استان‌های قرمز ماست و روند صعود ابتلا و بستری به طرز قابل توجهی در حال بالا رفتن هست. به نظر می‌رسد رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی کم رنگ‌تر از گذشته شده و کرونا دوباره اوج می‌گیرد. مطالعات ما در روزهای اخیر حاکی از این بوده که بخشی از عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی ضرورتاً به اجرای عدم تمکین نبوده. احساس می‌کنیم که بخشی از بینش‌ها و نگرش‌های خود افراد فروکش کرده، برابر اینا جنبه‌های آموزشی باید مورد ابرام قرار بگیره. مقام‌های مختلف در ایران از برگزاری مراسم عزا و عروسی و مهمانی در روزهایی که کرونا دوباره در این کشور اوج گرفته انتقاد کردند. معاون وزیر بهداشت هم از دادستانی خواسته از برگزاری چنین مراسمی جلوگیری کند. ایرج حریری حتی گفته به او خبر دادند که در سنندج مردم عروسی را در کارواش و پنهانی برگزار می‌کنند، در حالی که تالارها و سالن‌های عروسی و مساجد در مناطقی که از لحاظ شیوع کرونا در وضعیت سفید هستند به دستور دولت بازگشایی شدند. در هرمزگان که یکی از استان‌های قرمز است، نماز جمعه این هفته برگزار نمی‌شود. در پی برگزاری مراسم عروسی در یک شهر این استان 57 نفر به کرونا مبتلا شدند که حال 10 نفرشان وخیم اعلام شده. تصمیم گرفتیم که با توجه به افزایش کرونا که داریم این 3 روز کامل تعطیل بکنیم، ولی به شرطی که مردم هم همراهی بکنن. فردا هم من اعلام کردم بانک‌ها هم در واقع تعطیل باشن، فروشگاه‌ها، مغازه‌ها، بازار، مناطق آزاد که جا داره از همشون تشکر بکنم. این 3 روز ما کامل تعطیل کردیم. حالا محدودیت ها دوباره به آذربایجان شرقی برمیگردد. علت این که طرح فاصله گذاری اجتماعی معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی گفته آمار مبتلایان و جانباختگان افزایش یافته و مردم بی توجه هستند. با این حال اعلام شده این هفته بعد از 4 ماه تعطیلی نماز جمعه تبریز برگزار خواهد شد. در شیراز رئیس دانشگاه علوم پزشکی از راه اندازی دوباره نقاهتگاه 100 تخت خوابی که در ورزشگاه دستقیب راه اندازی شده بود خبر داده و گفته ابتلا به کرونا در استان فارس روند صعودی دارد. بر اساس آمار وزارت بهداشت تا کنون 197647 نفر در ایران به کرونا مبتلا شدند. 9272 نفر جان خود را از دست دادند و 156991 نفر بهبود یافتند. بعضی مقام‌های پزشکی و مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گویند آمار واقعی بسیار بیشتر از این آمار است. وزارت بهداشت آمار استان‌ها را به تفکیک اعلام نمی‌کند، در حالی که معاون وزارت بهداشت گفته 10 استان وضعیت قرمز دارند. سیما لاری سخنگوی این وزارتخانه تنها از استان‌های بوشهر، خوزستان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه و هرمزگان به عنوان استان‌های قرمز نام برده. کرونا فعلا قصد رفتن ندارد. شاید بهترین روش برای نجات جان شهروندان آموزش و اعمال قوانین سختگیرانه برای فاصله گذاری اجتماعی باشد. فرین عاصمی، بی بی سی. فرانسه میگوید آمریکا مانع دستیابی به توافقی دو جانبه درباره شیوه اخذ مالیات از شرکت‌های دیجیتالی شده. دولت فرانسه هشدار داده اگر با آمریکا به توافق نرسد، از شرکت‌های آمریکایی که در فرانسه فعالیت آنلاین دارند، مالیات خواهد گرفت. بسیاری از شرکت‌های عظیم آمریکایی مثل آمازون و فیسبوک از سیستم‌های پیچیده حسابداری استفاده می‌کنند تا در کشورهایی که در آن فعالیت اینترنتی دارند، مالیات نپردازند. دولت آمریکا میگوید چون این شرکت‌ها آمریکایی هستند، باید به دولت آمریکا مالیات بدهند. علی نیکویی کارشناس امنیت اینترنت و کامپیوتر از روتردام هلند با ما هستند. آقای نیکویی، این توافقی بود که آمریکا مخصوصا با کشورهای اروپایی رسیده بود به اینکه تا آخر سال 2020 فکر بکنند برای اعمال مالیات بر این شرکت‌های بزرگ. چه شد که آمریکا حالا عقب نشینی کرد و این توافق رو شکست؟ چند روز پیش آقای مونچین
نامه رو به 4 تا کشوری که درخواست داده بودن، فرانسه و اسپانیا و ایتالیا و انگلیس داده و گفته که به خاطر کرونا ترجیح میدن که این مذاکراتی که دارن برای تعیین مالیات رو به حالت تعلیق در بیارن و نگران این کشورام اینه که این تعلیق بلند مدتی باشه و به خاطر همین وزیر اقتصاد فرانسه ترجیح داده که یه موزه جدید رو بگیره و موزهش هم اینه که ما اگر تمام 137 کشوری که خواستن این اتفاق بیفته هم همراهی نکنن، ما خودمون به صورت انفرادی 3% مالیات رو بر فعالیت‌های شرکت‌های الکترونیکی که توی مشتریاشون توی فرانسه هستن رو اعمال می‌کنیم. کلیت اتفاقی که آمریکا میگه این شرکت‌های عظیم اینترنتی مثل اپل و گوگل و فیسبوک و آمازون، اینها در آمریکا فعالیت میکنن، بنابراین باید تکس خودشون رو، مالیات خودشون رو به آمریکا پرداخت بکنن، ولی خب خیلی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه میگن که اینها در کشورهای ما فعالیت‌های گسترده‌ای دارند. ببینید کلن یه مسئله بزرگی که پیش اومده و سازمان توسعه اقتصادی داره روش کار میکنه اینه که دنیا با توجه به اومدن شرکت های مثل فیسبوک و گوگل یه ماهیت اقتصادیش عوض شده. اگر قبلا یه محصولی بوده، مثلا یه کتاب یا هر چیزی رو میفرستادن به یه جای دیگه و اون کشور میگفت خیلی خوب، حالا که این اومده یه مالیاتی باید برای این بدین، الان این نیست، الان این چیز قابل لمسی نیست، یه چیز غیر قابل لمسه و برای همین مدل مالیاتش عوض شده و شرکت‌ها هم دارن از دو تا اتفاق استفاده میکنن. یکیش همینه که این چیزا قابل لمس نیست، که قانونای کهنه‌ای که وجود داره در مورد اینا هیچ ماهیتاً نمیتونه تصمیم بگیره، و یه نکته دیگه هم که اینه، اینا توی کشورهایی مثل مثلا لوکزامبورگ یا ایرلند شرکت‌هاشون رو دفتر مرکزیشون رو میذارن که خود به خود مالیات کمتری داره و بعد میان میگن خیلی خب ما شرکتمون مثلا توی اتحادیه اروپا است و محصولاتمون رو به همه کشورهای اتحادیه اروپا بر اساس قوانین اتحادیه اروپا میتونیم بدیم، ولی مالیات رو مثلا به لوکزامبورگ یا به ایرلند میدیم که مالیات کمتریه. فرانسه استفاده میکنه. بله، فرانسه ابراز امیدواری کرده که این یه چیز موقتی، موضوع موقتی باشه و آمریکا برگرده به این گفتگوها. آیا ممکنه که آمریکا برگرده به این گفتگو؟ من فکر میکنم یه بخش عمدهش بستگی به شرایط کرونا داره و بستگی به شرایط اقتصادی آمریکا داره. من شخصا نه اقتصاددانم نه سیاستمدارم، ولی فکر نمیکنم آمریکا به این زودی برگرده. متشکرم از شما. علی نیکوی، کارشناس امنیت اینترنت و کامپیوتر از روتردام هلند. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین روز از نشست فصلی خود صدور قطعنامه درباره برنامه هسته‌ای ایران را بررسی می‌کند. در ایران دولت از ساکنان استان‌هایی که در وضعیت قرمز شیوع کرونا هستند خواسته به عروسی و عزا نروند. در ادامه برنامه، همه‌گیری کرونا از کجا شروع شد؟ چین نسبت به تحریم مقام‌های این کشور توسط آمریکا به خاطر نقض حقوق مسلمانان اویغور شدیداً واکنش نشان داده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیروز با وجود هشدارهای قبلی پکن، قانون موسوم به حقوق بشر اویغورها را که کنگره پیشتر به تصویب رسانده بود امضا کرد. وزارت خارجه چین دولت آمریکا را مسئول پیامدهای اجرای این قانون دانسته. همکارم خشایار جنیدی از واشنگتن با ماست. از اول در مورد این قانون بهمون بگو خشایار، و واکنش چینی ها. مصوبه کنگره که در هر دو مجلس کنگره، هم مجلس نمایندگان هم سنا، با اکثریت قابل توجهی به تصویب رسیده بود، دیروز با امضای آقای ترامپ به قانون تبدیل شد. قانونی که عنوانش رو گذاشتند قانون حقوق بشر اویغورها. بر اساس این قانون دولت آمریکا موظف است افرادی که در حاکمیت چین مسئول بازداشت‌های فراقضایی، شکنجه و آزار اویغورها و دیگر اقلیت‌های مسلمان در چین هستند رو شناسایی کنه، اموال اونها در داخل آمریکا رو بلوکه کنه و اینکه از سفر اونها به ایالات متحده جلوگیری کنه. واکنش بسیار تندی داشته چین نسبت به این موضوع. وزارت امور خارجه چین این کار رو مداخله بی‌ادبانه آمریکا در امور داخلی خودش عنوان کرده و تهدید کرده که چین اقدام متقابل خواهد کرد و اینکه آمریکا مسئول تبعات این اقدام متقابل خواهد بود. دیروز هم دیداری بوده در هاوایی بین مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا با یکی از مقامات ارشد پولیت بروی چین، هیئت حاکمه سیاسی چین،
و در اونجا هم گفته شده که این دیدار تنش داشته، تنش بر سر این موضوع بوده و همینطور روی کرد و واکنش آمریکا به مسائل هنگ کنگ که چین باز نسبت به اونها اعتراض داره. چقدر این این قانون اخیر باز دوباره برمیگرده به همین تنش‌های اخیر که افزایش پیدا کرده بین چین و آمریکا؟ ما در هفته‌های اخیر به خصوص پس از بالا گرفتن همه‌گیری ویروس کرونا شاهد افزایش تنش‌ها بین پکن و واشنگتن بودیم. آمریکا چین رو به دروغ‌گویی و گمراه کردن افکار عمومی در رابطه با این همه‌گیری متهم می‌کنه. از سوی دیگر بر سر مسائل امنیتی در هنگ کنگ چین و آمریکا دچار اختلافاتی شدند و آمریکا گفته دیگه هنگ کنگ رو حائز امتیازهایی که بهش میداده به خاطر سیستم یک کشور دو سیستم در چین و هنگ کنگ، اون رو دیگه حائز این امتیازات نمیدونه. از سوی دیگر سه ناو هواپیمابر آمریکایی در اقیانوس آرام مستقر شدند که با واکنش شدید چین همراه بوده. نکته دیگری که اضافه میخوام بکنم در رابطه با این اختلافات این هست که در کتاب تازه‌ای که آقای بولتون منتشر کرده و قرار هست از هفته آینده به فروش برسه، مشاور امنیت ملی سابق آقای ترامپ اتهام‌های را علیه او مطرح می‌کنه که در رابطه با چین تا اونجایی که می‌دونیم به دو نکته اشاره کرده. یک اینکه او آقای ترامپ از آقای شی و رئیس جمهور چین خواسته بود با تصویب تعرفه‌های کشاورزی به او در انتخابات کمک کنه و سوی دیگر تلویحاً موافقت کرده بوده با وجود اردوگاه‌هایی که چین اویغورها رو بازداشت می‌کنه و برای بازآموزی به اونجا می‌فرسته. البته اینها ادعاهای آقای بولتون هست. آقای ترامپ در توییتی که منتشر کرده این قضایا رو رد کرده و گفته که این کتاب شامل دروغ‌هایی هست و یک سری گفته‌ها نقل شده که واقعیت نداشتن. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش جان بولتون مشاور امنیت ملی سابقش را مردی خلوز و دروغگو خواند که فقط دنبال جنگ بود. این بخشی از واکنش آقای ترامپ به کتاب خاطرات آقای بولتون است که دیروز در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. آقای بولتون در این کتاب انتقادهای زیادی علیه رئیس جمهوری مطرح کرده، از جمله به خاطر اینکه او به ایران حمله نکرده است. جزئیات بیشتر در گزارش بهمن کدوسی. بولتون همیشه تندروترین عضو دولت آقای ترامپ بود در اون یک سال نیمی که اونجا پست حساس مشاور امنیت ملی رو داشت و پیش از رفتنش به دولت و پس از خروجش. در نتیجه این اختلافش با آقای ترامپ در گزارش رسانه‌های آمریکا قبلا هم آمده بود، ولی اینجا در کتاب خیلی صریح تشریح میکنه اون عصر روزی که آقای ترامپ تصمیم میگیره که واکنش نظامی نشون بده به ساقط شدن پهپاد آمریکا از سوی نیروهای نظامی ایران دقیقا یک سال پیش. و اونجا بعد از اینکه به تشویق آقای بولتون دستور میده که این حمله به چند نقطه انجام بشه، بمباران صورت بگیره در داخل خاک ایران و اهدافی در ایران، آقای بولتون مینویسه که 5:30 بعد از ظهر خیلی خوشحال، در واقع حالا که کلمه خوشحال به کار نمیبره، ولی میگه که رفتم خونه، لباسم عوض کردم که برگردم، میدونستم تا صبح بیدار خواهیم موند، شب پرحادثه خواهد بود. ولی یک باره آقای ترامپ در لحظه آخر نظرش رو عوض میکنه و حمله نمیکنه و آقای بولتون مینویسه که این غیر عقلانی ترین کاری بوده که به عمرش دیده یک رئیس جمهور انجام بده. در نتیجه این اختلاف رو خیلی علنی میکنه و انتقاد تند میکنه از آقای ترامپ در مورد اینکه آقای ترامپ در موارد دیگه، مثلا شرکت بانک حال که ترکیه که اونم تحریم های ایران رو دور زده بود و داشت اینجا محاکمه میشد، آقای ترامپ قول میده به رئیس جمهور ترکیه که این پرونده رو ببنده. همه اینها رو در کنار هم میذاره که بگه که اونطوری که آقای بولتون انتظار داشته در برابر ایران قاطع عمل نکرده. میدونیم که آقای ترامپ هم درست با اشاره به همین ماجرا، همونطور که در مقدمه اومد، در این واکنش 24 ساعت گذشتهش با آقای بولتون نوشته که او یک جنگ طلبی بوده که هی میخواسته همه جا درگیری نظامی ایجاد بکنه. در نتیجه در این مورد خاص انتقادی که آقای بولتون میکنه کم و بیش در رسانه‌های آمریکا در گذشته هم مطرح شده، ولی خب وارد جزئیات میشه آقای بولتون در مورد اون روزی که این بمباران قرار بود صورت بگیره و صورت نگیره.
بهمن کلباسی بود در نیویورک. بیش از 6 ماه از مرگ اولین بیمار کووید 19 در شهر ووهان در مرکز چین می‌گذرد. ویروس کرونا حالا جهان را فرا گرفته و بیشتر از 450 هزار نفر را به کام مرگ کشانده. در این مدت فرضیه‌های مختلفی درباره منشأ این ویروس مطرح شده، از حیوانات زنده‌ای که در یک بازار محلی در ووهان خرید و فروش می‌شدند تا آزمایشگاهی در این شهر. جان سالفرز نگاهی کرده به این فرضیه‌ها. ووهان، نقطه آغاز، شهری با 11 میلیون نفر جمعیت که اواخر سال گذشته در خیابانهایش قاتلی بی سر و صدا سراغ اولین قربانیش رفت. اینجا قبرستان‌ها میزبان اولین قربانیان کرونا بودند. بیشتر از 6 ماه گذشته اما هنوز منبع این ویروس مشخص نیست. بیشتر دانشمندان بر این باورند که بازارهای گوشت و ترهبار چین باید مرکز توجه باشند. اوایل تصور می‌شد خفاش‌ها منشأ ویروس هستند و آن را از طریق یک حیوان دیگر به انسان منتقل کردند. مردم ووهان حیوانات وحشی زیاد می‌خورند. می‌گوید ما چنین فرهنگی نداریم. موارد ابتدایی ابتلا به ویروس را به این بازار ارتباط می‌دهند که حالا تعطیل شده. اینجا حیوانات وحشی هم می‌فروختند. اما آزمایش‌ها این نظریه که اینجا منشأ انتشار ویروس بوده را رد کردند. اما تئوری دیگری هم هست. بیش از یک دهه است که به عنوان بخشی از یک پروژه بزرگ در ووهان از خفاش‌های غارهای دورافتاده چین نمونه ویروس جمع‌آوری می‌کنند. در نتیجه این ساختمان یکی از جنجالی‌ترین ساختمان‌های جهان است. این آزمایشگاهی است که رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید ویروس از آن شیوع پیدا کرده. داخلش پژوهشگران روی ویروس‌های کرونا تحقیق می‌کنند و بعضی مواقع هم آنها را از لحاظ ژنتیکی تغییر می‌دهند تا به گفته آنها بفهمند بیماری‌های واگیردار چطور شیوع پیدا می‌کنند. دولت چین و بعضی از دانشمندان تئوری شیوع بیماری از این آزمایشگاه را رد کردند و اون را توطئه بیگانه نامیدند. از ما خواسته شد که فیلم برداری را متوقف کنیم. در تلویزیون ملی مقام‌های آزمایشگاه اتهام‌های شیوع بیماری را رد کردند. این اتهام‌ها کاملاً ساختگی‌اند. اولین بار ما نمونه‌ها رو 30 دسامبر دریافت کردیم. قبل از اون حتی نمی‌دونستیم چنین چیزی وجود داره. چطور ممکنه چیزی که تا اون موقع نداشتیم از آزمایشگاه ما منتشر شده باشه؟ دانشمندان ساختار ویروس را بررسی کردند، مخصوصاً گیرنده های پروتئینیش که برای نفوذ به سلول انسان به خوبی عمل می کنند. تحلیلی که توسط 5 متخصص انجام شده نشان می دهد که این ویروس از روی عمد دستکاری نشده. آنها گفتند که باور ندارند این ویروس در آزمایشگاه دستکاری شده باشد. نتیجه گیری که به طور گسترده پذیرفته شده. اما بعضی از دانشمندان میگویند این نتیجه گیری اشکال دارد و مبنایش پذیرش انکار مسئولان آزمایشگاه بوده. یکی از احتمالا باید این باشه که ویروس از یک آزمایشگاه اومده بیرون. این یه احتماله. نمیتونیم بگیم این طور نیست. من از این حرف همکارم تعجب میکنم چون نمیشه این چیز منفی رو گفت. کسی هنوز همچین چیزی رو ثابت نکرده. چین هم تئوری خودش را درست کرده. مقام‌ها و رسانه‌های دولتی می‌گویند ممکن است ویروس از جای دیگری آمده باشد. ایده‌ای که در این بازار هم طرفدار دارد. این مرد می‌گوید ویروس از آمریکا آمده. آنها این را بررسی کردند و اول در آمریکا بوده. لیو اوچینگ از مقام‌های سابق حزب کمونیست در ماه ژانویه بر اثر کرونا مرد. در حاشیه رودخانه شرقی ووهان پسرش لیو پی‌ان را ملاقات کردم. او از نحوه برخورد چین با همه‌گیری عصبانی است اما می‌گوید درخواست‌ها برای بررسی جهانی این موضوع کمی امیدوارکننده است. اگه چین یا آمریکا در این مورد تحقیق کنند نتیجه نهاییش یک گروه سیاستمداره. گزارشی میشه که آلوده به مسائل سیاسیه. منشأ بیماری حالا برای من بی‌معنیه. قرنطینه ووهان دارد از خاطرها محو می‌شود. محدودیت دانش و تقاضاهای سیاستمدارها شاید به این معنی باشد که هرگز نتوان فهمید این ویروس واقعاً از کجا آمده.
John Sudworth, BBC News, Wuhan. زندگی در قرنطینه آسان نیست. ترس ابتلا به کووید 19 و انزوای اجتماعی و وخامت اوضاع اقتصادی و مرگ و میر هر روز ذهن آدم‌ها رو درگیر کرده و پایان این دوران هم مشخص نیست. اما مغز انسان با این همه فکر پریشان کننده چطور دست و پنجه نرم می‌کنه؟ گزارش ببینیم در این باره. میتونم بگم که ذهن ما دائم در حال تحلیل شرایطه. در بخشی ما مسائل رو به خوبی تحلیل می‌کنیم و خودمون رو تطبیق میدیم و برای خیلی از مشکلات روزمره راه حل‌های خلاقانه به ذهنمون میرسه. اما در بخشی ما واقعاً میترسیم. انگار داریم از لبه یه پرتگاه به پایین نگاه می‌کنیم و تهش رو نمی‌بینیم. عدم اطمینان در مورد مسائلی مثل از دست دادن شغل، مشکلات اقتصادی، انزوا و ترس از ابتلا به ویروس همگی به استرس منجر میشن. وقتی استرس ادامه داره، شما مرتب برانگیخته میشین. دستگاه عصبی خودکارتون به سندروم مبارزه یا گریز رو میاره، اما راه گریزی نیست. در نهایت فشار خونتون از حد معمول بالاتر میره. اینطوری فهمیدن شرایط حتی مشکل تر میشه. خودتون رو سردرگم و نگران میبینید. تمام این واکنش ها به طور همزمان در بدن و ذهن شما صورت میگیره و شما نمیدونین که چطور باید این مشکلات رو برطرف کنید و بعد انزوای اجتماعی از راه میرسه. هیچ موقع مثل الان مجبور نبودیم که خودمون رو قرنطینه کنیم و هر کسی به نحوی این رو تجربه کرده. انزوای اجتماعی طولانی مدت بیشک مضره. ما به ارتباط با مردم احتیاج داریم. جایی که این ارتباط نباشه، خطر اختلالات بیشتر میشه. کسالت‌های جدید، استراب و نگرانی همه از نتایج انزوای اجتماعی طولانی مدت هستن. با نگاه به اپیدمی‌های قدیم هم شاید بشه گفت که چقدر در پشت سرگذاشتن این شرایط میتونیم موفق باشیم. بعد از همه‌گیری 1918 در نهایت مردم دوباره همدیگر را در آغوش گرفتند و با هم دست دادند. با کمتر شدن خطر، خاطره این هم در ذهنمون کم رنگ میشه. این تقدیم میرسیم به پایین این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.